آیا شما اهل تفریح و سرگرمی هستین؟ آیا این که زندگی و مشغولیت‌هایان آنقدر شما را مصروف ساخته که تفریح را از یاد بردین؟ تابستان بهترین فصل سرگرمی هاست. به این منظور ما و تمام همکارایم از سرگرمی های تابستانی میگویم و مطالب دیگری نیز داریم. با کاروان همراه باشین. سلام، زه داود صدیقی ام او تاسو کاروان ګورئ. په اوړي کې ګرمه هوا، شین طبیعت او د تازه میوه او ګلونو زیاتوالی انسان دې ته هڅوي چې له کوره بهر ووزي او تفریح وکړي. دا ضروري نه ده چې ډیر لرې سفر وکړو او ډیرې پیسې ولګوو. موږ او تاسو کولی شو په خپل کور او کلي کې هم تفریح وکړو. د خبرونې په سر کې زه تاسو ټول له ځان سره پر بایسکل د واشنګټن دی سي ځینو مشهورو او تاریخي ځایونو ته بیایم. راسره مل شئ. نن دلته په واشنگتن کې آسمان برګ دی او هوا معتدله ده. زه هم یو ساعت اضافي وخت لرم. زړه مې غواړي چې د ښار ځینې تاریخي او تفریحي ځایونه وګورم. ډېره ښه لاره یې دا ده چې له بایسکل څخه کار واخلم، ځکه چې هم آسانه ده او هم لګښت یې کم دی. دا د کرایي بایسکلونو یو سټیشن دی. په دې سټیشن کې د کریډیټ کارت په کارولو سره کولی شم یو بایسکل په کرایه ونیسم. دا کار ډېر آسانه دی. د خپل کریډیټ کارت شمیره ماشین ته ورکوي، ماشین در څخه ستاسو د تلیفون شمیره غواړي او یو کوډ درکوي. هر بایسکل چې زما خوښ شي، بس د کوډ شمیره دایل کوم او بایسکل راته خلاصیږي. د همزه او زما بایسکل. د دې لپاره چې تاسو هم را سره یاست، لومړی باید د واشنگتن تر ټولو لوی سمبولیک ځای ته ورشو، د متحده ایالاتو د کانګرس ماڼۍ. زه یقین لرم چې دا ماڼۍ تاسو په خبرونو کې ډېره لیدلې ده. دغې ماڼۍ ته په ځینو هیوادونو کې خلک سپینه ماڼۍ وایي، چې داسې نه ده. سپینه ماڼۍ چې د امریکا د جمهور رئیس د کار ځای ده، د ښار په بلې برخه کې ده او ودانۍ یې له دې نه وړه ده. په هر حال دا د کانګرس ماڼۍ نه یوازې د واشنگتن دی سي، بلکې د متحده ایالاتو یو مشهور سمبول ده. خپل سفر ته به دوام ورکړو. دا هم د مارتین لوتر کینګ د یاد څلی. ډاکټر مارتین لوتر کینګ د امریکا د مدني حقونو یو وتلی فعال و چې د شلمې پیړۍ په نیمایي کې یې د نژادي تبعیض په وړاندې مبارزه وکړه او په 1968 میلادي کال کې ترور شو. دلته د ډاکټر کینګ د ویناو ځینې مهم ټکي لیکل شوي دي، لکه دا چې وایي: زه یقین لرم لکه څنګه چې خلک د بدني روغتیا لپاره د ورځې درې وخته خوړو ته اړتیا لري، د روحي روغتیا لپاره هم ښوونې او روزنې، فکري فرهنګ، عزت او برابري ته اړتیا لري. د ډاکټر کینګ د یاد څلی د اوباما د حکومت په لومړۍ دوره کې پرانستل شو. د پوتامک سین د واشنگتن دی سی ښار له یوې څنډې څخه تیریږي او د دې ښار ښکلا لا پسې زیاتوي. واشنگتن دی سی د متحده ایالاتو یو تاریخي ښار دی او د کتلو لپاره ډیر په زړه پورې ځایونه لري. نورو ځایونو ته به په راتلونکو خبرونو کې ورشو. سفر مو پای ته ورسیده او اوس به بایسکل بیرته خپل ځای کې ودرو. از واشنگتن می رویم به کابل. باغ زنانه که حالا به نام باغ شهرآرا مسما گردیده، مکان خوبی برای تفریح خانم هاست. مکانی که خانم ها دست جمعی غذا می پزند، حنا می بندند و در آخر روز شاد به خانه هایشان بر می گردند. در این مکان بر علاوه تفریح سالم، زمینه های کار و آموزش هم برای خانم ها مساعد است.
همکار ما رخسار عظمی در آنجا این گزارش را ساخته است. شهر کابل در 10 سال اخیر شاهد بازسازی و نوسازی زیاده بوده و باغ زنانه یا باغ شهرارا یکی از مکانهایی است که توسط سفارت امریکا بازسازی و نوسازی گردیده است و یگانه مکانی است که خانمها بدور از دغدغه‌های مردان به تفریح می‌پردازند. باغ زنانه را که شما می‌بینید از طرف سفارت امریکا جور شده، از طرف یوسایدی جور شده، سرسبز شده، جور شده، مسجد داریم در داخل باغ و در پالی از او ما کانتین داریم، رستوران داریم، بر شهدا و معلین دوکان داریم که رایگان از طرف مقام رهبری وزارت زنان برشون داده شده. باغ تقریبا در نوروز از 10,000 خانم هم زیاد میه. یگانه باغ در سطح ولایت کابل و شهر کابل. اطور تفریگایی که اینجا خانم ها میهن، اطور تفریگا ما اصلا هیچ نداریم. فعلا در شهر کابل که خانم ها بدون برادر و شوهر و پدر خود بینده باغ. باغ زنانه برای خانم هایی که در بیرون از منزل کار نمی کنند یک مکان خوب تفریح و آموزش است. نادیه بانویی که به این باغ به تفریح آمده است فکر می کند که پرداختن به تفریح در این باغ می تواند از نگاه روانی و صحی برای تعداد زیاد از خانم ها مؤثر باشد. ما بسیار خوش هستیم که یک قسم یک تفریگاه داریم، کسی مریض باشه یا کسی که دلش تنگ باشه بیاین در باغ زنانه، بسیار برش مفید است، جای خوب است، جای سرسبز است، تنها خانم ها هست در اینجا، مقصد بسیار خوب جای است، راحت می باشن همگی. باغ شهرارا واقعا یک جای بسیار خوب از لحاظ امنیت و پاکی و سترگی و صفایی و آرامی کلن برای خانم ها بسیار یک مکان آرام است که می تانند در یک فضای آزاد و آری از هر گونه خشونت و ناامنی و هر چیز بیاین اینجا تفریح کنند. باغ زنانه یک مکان سبز است برای بانوان و تفریح‌های خوب برای اطفالی که با فامیل‌های خود به این باغ میآیند. نازنین خانمی که تازه از اروپا به افغانستان آمده برای تفریح از دیدن سرسبزی و آبادی این باغ خوشحال است، اما به مراعت نمودن نظافت از سوی بانوان در این باغ تاکید می‌کند. بسیار جای خوب است اینجا، اشتکای ما آمده بسیار خوب است، خدا کنه که نمی توبانش مردم ما نمی صاف و فاک و نمی چیزا را ای تو چتل نباننی، هم اشتکا را سعی کنه، هم گلا را نکنه، بسیار کلگی اگه سعی کنه وطن ما خراب نمیشه. اینجا هم جای اطفال است، هم بسیار جای خوب است که ما اینجا بیاییم، به هم بخاطر زنا خوب است، بخاطر که هیچ مردان نیست، هم اطفال میتونن براحتی ساتیریه خود کنن. باغ شهرارا چند سال قبل از سوی جامعه مدنی اداره میشد، اما امروز وزارت امور زنان اداره آن را به دست دارد و بدین ترتیب زمینه های کاری برای تعداد زیاد از خانم ها مساعد گردیده است. کابل با 6 میلیون نفوذش فقط یک مکان تفریحی برای بانوان دارد و آن هم باغ شهرارا یا باغ زنانه هست، مکانی که بانوان با اطمینان خاطر میتونن به آموزش حرفه های مختلف و تفریح بپردازند. رخسار عظمی، تلویزیون کاروان، کابل. پدې ورستیو کې د مزار شریف په ښار کې د ریلکس پاینټ په نامه یو تفریزه جوړ شوی چې د مزار شریف ډیر شمیر اوسیدونکو په تیر بیا ځوانان د تفریح او لامبو لپاره ورځي. نعمت علی پاکله دا رپورټ چمتو کړی. ریلکس پاینټ نن ورځ په مزار شریف کې هغه ځای دی چې هر ورځ سلګونه تنه د تفریح کولو او روحي آرامتیا په مخ ورته راځي. دغه تفریزه د لامبو په ډن سربیره سونا او جکوزی هم لري. خود وړې په ګرمۍ کې د لامبو هاوس لانور هم د خلکو پام ځانته وراړولای. دغه تفریزه په شخصي پانګونه شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړ شوی. ریلکس پوینت یا جایگاه آرامش که گفتیم در مزار شریف برای اولین بار است که جور شده، دیگه دارای پارکینگ وسیع و حوض آبازی کلان، جکوزی، البته مساج آبی، سونای بخار یا استیم، دیگه سونای خشک و سونای ترکی می باشه که روزانه تقریبا در حدود 2.5 الی 3 نفر در اینجا به خاطر آبازی و به خاطر تفریح میان، دیگه مشتری ها همه ایشان از خدا راضی هستن. په همدې توګه بیا هغه ځوانان چې دې ځای ته د تفریح کولو په مخه راځي سونا او جکوزی د خپلې روحي ارامتیا لپاره ډېر ګټور بولي او وایي چې دا یې د ژوند لومړنۍ تجربه ده چې له داسې یو مجهز تفریحځای او د لامبو له حوض څخه ګټه اخلي او وایي چې د ښو امکاناتو درلودونکي تفریحځایونه کولی شي د دوی ورځنۍ ستړتیا له منځه یوسي. زمانی که همراه دوستان از دفتر از کار میایم خسته میشیم با اونا همیشه میایم اینجا
راحت میشیم چند لحظه که در سونا میریم یا بازی میکنیم. پامدی توګه بیا ځوانان د داسې تفریزای نشتون په یواد کې ډیر محدود بولی. هوای کچیر دا ډول تفریزای نه زیات شي کولای شي د ځوانانو د روحي آرامتیا او تفریح لپاره ګټه ورته تمام شي. ما از هر نوع پیشرفت و انقلاب پیشرفت و افغانستان ډیر خلک د نامنه او مواصلاتي ستونزو له امله نشي کولای له طبیعي تفریح ځایونو څخه ګټه واخلي. له همدې امله دا ډول تفریح ځایونه د هغوی د سړتیا او د لرې کولو په برخه کې ګټور تمامیږي. نئی متل، مزار شریف. ولایت نیمروز شاید تنها ولایتی در سطح افغانستان باشد که نه پارک دارد و نه هم مکانهای سرسبز تا باشندگانش روزهای رخصتی خیش را در آن به تفریح بروند. اما با آن هم شمار از مردم این ولایت روزهای جمعه را در یکی از دشتهای پر ریگ و خاک می روند و در بلندی های تپه های ریگی مترانی می کنند. در مورد فاروق فیضی گزارش دارد. دشت پر ریگ و غبار که حتی انسان ها با چشم باز توانایی را رفتن را به اینجا ندارند. اما با آن هم شماری از شهروندان نیمروزی روزهای جمعه خود را به خاطر تفریح به اینجا می گذرانند. من هم این جمعه را به اینجا آمدم تا از نزدیک تفریح جوانان نیمروز را ببینم. در اینجا تفریح دیگری به جز موتردوانی نیست. شماری از سرمایه داران نیمروزی همراه موترهای خیش در این مکان پرگرد و غبار در بلندی های این تپه های ریگی به مسابقه موتردوانی می پردازند. هیچ جای نیست اینجا، هیچ نه پارکی داره نه یک جای تفریحی داره. همین ریگا هست و همین گرما و همین جا هست. باد و طوفان خودتون مشاهده میکنید که طوفان خیلی مشکل است. اینجا والله خیلی خوش میگذره با ما، خیلی زیاد. بسیار یک جای خوبی هم است. دیگه این ریگا هست، دیگه جای تفریحی نداریم ما. شماری دیگر از این جوانان میگویند آنقدر روزهای جمعه را در این دشت موتردوانی کرده اند کالا آمادگی مسابقه در این نوع برنامه تفریحی را با هر ولایت دیگری دارند. کدام وقت اگر یک جای به دیگه ولایت مسابقه باشه ما میتونیم شرکت کنیم با مسابقه. علمان باشه، پرا باشه، کابل باشه، به هر ولایت که مسابقه باشه ما میتونیم شرکت کنیم. عده دیگر از باشندگان نیمروز از مسئولان محلی این ولایت سخت انتقاد میکنند. کانها در راستای ایجاد مناطق تفریحی هیچ گونه توجهی نمی کنند. موږ دلته راځو د څلور ورځې تر شپږو بجو پورې. موږ دلته د هغه موږ د منظرې ځای دی او موږ د منظرې بل ځای نه لرو چې موږ دلته منظره وکړو لکه یاره چې یو ښه باغات لري. آب بازی یکی دیگر از برنامه های تفریحی باشندگان نیمروز است که معمولا روزهای جمعه چند ساعت وقت خیش را در آن به خوشی می گذرانند. با سیل دیدن می اینم روز خود همینجا به یک شکل خوشتر می کنن. یکی برای خود میوه میاره اینجا می شینه می خوره، یکی چای دم می کنه. بالاخره روز خود من می رخم سپری می کنن. باز جای دیگه هم داره دیدنی، لیکن بازی داخل شهر است به حساب امنیت هم خوب است. نیمروز با داشتن مرز مشترک با کشور ایران و موجودیت بندر تجارتیش اگر مسئولان آن قصد برای ایجاد پارک‌های تفریحی داشته باشند با سادگی می توانند این خدمت را برای مردم خود انجام دهند که تا به حال ندادند. فاروق فیضی، نیمروز. کاروان به نظریات شما عرض می گذارد. به همین منظور در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داریم. در فیسبوک، یوتیوب، ویب او ایمیل للاری لموک سره په هر ځای او هر وخت کې اړیکه نیولی شي. کاروان ساز وړاندیزونه او نیوکې په پام کې نیسي. تیره اونۍ مو د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په هکله رپورټونه خپاره کړل. زموږ لیدونکي نقیب الله هلال د کاروان د فیسبوک پر پاڼه لیکلي دي: موږ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره اداره لرو، خو په خواشینۍ سره دا اداره د دې ستونزې د ورکېدو لپاره نه بلکې د زیاتېدو لپاره کار کوي. مننه. تل ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو په تمه یو.
په افغانستان کې د نری رنځ ناروغۍ لوړه کچه، د وړیو د صادراتو زیاتېدل او د محلي تعلیماتو یوه نوې پروژه لمدې ریپورټ سره به یې پیل کړو. په افغانستان کې یو شمیر خلک چې د ډیرو کلونو راهیسې د لیک لوست له زده کړې محروم پاتې شوي وو، د پوهنې د وزارت لخوا د محلي تعلیماتو په نامه د سواد د زده کړې یوې نوې پروژې ورته د زده کړو زمینه برابره کړې. په دې اړه له بلخ څخه دا ریپورټ وګورئ. دا د مزار شریف ښار ته نږدې د بنګړیوال او جوګیانو سیمه ییز ښوونځی دی چې له درې کلونو را په دې خوا د معارف وزارت او د یونیسف د ادارې په مرسته یې چارې پر مخ بیول کیږي. اوس مهال په دغه ښوونځي کې له سلو څخه زیات زده کوونکي په زده کړه بوخت دي. د محلي تعلیماتو پروګرام له درې کلونو را په دې خوا د افغانستان په هغو برخو کې چې کوچیان او نور قبایل ژوند کوي پیل شوی. نن ورځ د بلخ په ولایت کې د محلي تعلیماتو له 150 څخه زیات مرکزونه فعالیت کوي. هدف د تعلیمات محلي دار پر هر هغه ځای کې چې بنا پر بعضې د مصلحتونو د دولت لاس د تعلیم تربیه کو تعلیم تربیه د پیاده کولو دپاره په هغه لرې نقاطو کې نه لري، نو تعلیمات محلي پروګرام غواړي چې هلته د ریاست معارف تر اشراف لاندې خپل تعلیمي پروګرامونه پیاده کړي. و یو سره وشپته صنفه البته دلته موږ په پروګرام کې فرن منګه هر صنف نمائندګي دی او مکتب نه کوي، ولې صدا په انکشافي حالت برخه کوي د شپږم صنف پورې. د ګرځند قبایل لپاره محلي زده کړې د تعلیمي نصاب برخه او یوازې تر شپږم ټولګي پورې دي. د دغه زده کړو شاوخوا شپته سل نه زده کوونکي نجونې دي. د جوګیانو قوم د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو محروم قوم پاتې شوی او له لیک لوست د محرومیت تر څنګ ورته د افغانستان د تابعیت تذکره هم نوی ویشل شوی او په دې توګه په ټاکنو کې له ګډون څخه محروم وو. چوری فروشان او د جوګیان د قوم په نسبت باندې چې دوی عادي عقل تابعیت د افغانستان په دولت کې نه درلود او کوچنیشینه خلکو موسمی خلکو کله یو ځای کله بل ځای. خو د یونیسف د پروګرامونو د لړۍ په سلسله کې منګه د هغو د پاره په 1390 هم کال کې سنفونه ورته جوړ کړل چې فعلا دغه سه کال 1400 کال کې د دوی منګه څلور صنفه چې په تعداد 114 نفره کېدل دولتي مکاتبو ته رسمن ور تسلیم کړل. د دغه ښوونځي یوه زده کوونکي بیا د تعلیم د زمینې له برابرېدو څخه خوشحاله ده او داسې وایي: پیش د قومای ما مکتب رواج نبوده، کل ما بی سواد ما دی مال که مکتبا جور شده ما سلفسی شدیم، کم سواد دارم شدیم. اشکلات مکتب ما ایسته، تامین نداریم، میز داده شود در ما، چوکی ها داده شود، کتاب نداریم، کتاب برای ما داده شود، مکتب بچه ها جدا شود، مکتب ما جدا شود، بسیار خوش میشیم. که څه هم محلي تعلیمات یوازې تر شپږم ټولګي پورې په نظر کې نیول شوي، خو زده کوونکي کولای شي خپلو زده کړو ته په رسمي ښوونځیو کې دوام ورکړي. په افغانستان کې موسمي قبایل او کوچیان د دې هېواد د نفوذ یوه برخه ده چې د موسم له بدلېدو سره له یو ځای څخه بل ځای ته کډه کیږي. خو د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې د دوی لپاره د لیک او لوست د زده کړې زمینه برابره شوې. نعیم اتل، مزار شریف. د څاروي وړۍ په دې وروستیو کې د افغانستان د مهمو صادراتي توکو برخه ګرځېدلی دي. دغه وړۍ چې اوس په افغانستان کې د پرمختللو وسایلو په مرسته په معیاري ډول د کار لپاره چمتو کیږي، د افغاني قالینو پر کیفیت یې هم مثبت اغیزه کړې. نور حال په دې ریپورت کې. د مالدارو خلکو څاروي که چیرې خوراکي توکي تولیدوي، تر څنګ وړۍ هم هغه څه دي چې په ډیرو مواردو کې ترېنه مهمه ګټه اخیستل کیږي. خو اوس چې وړۍ د قالینو له مهمو توکو څخه دي، په کابل کې د ځانګړو پرمختللو ماشینونو له لارې مینځل کیږي او بیا د افغانستان بازارونو او نورو هیوادونو ته وړل کیږي. دغه ماشینونه چې په یو ساعت کې د 1500 کیلو وړیو د مینځلو وړتیا لري، د سیمې د هیوادونو په کچه معیاري ماشینونه دي. انجینر محمد داوود ولکزی د وړیو د مینځلو د یوې فابریکې تخنیکي مرستیال دی. د دنیا په سطح ماشینري ده، نو انشاءالله د دې د فعالېدو سره د موږه د هغه قشر چې بلخص د قالینې په شغل کې مشغول خلک وو، د دې په کارو کې ډېر سهولت راغلی دی. د وړیو کاروبار که څه هم چې دومره د پام وړ کار نه وو، خو کارزښت یې وکتل شي له ډیرو نورو چارو څخه مهم دی، ځکه چې له دغو وړیو څخه قالینې تیاریږي او قالینې د افغانستان مهم صادراتي توکي دي. د وړیو له مینځلو او پروسس څخه وروسته د نارینه وو تر څنګ نږدې 10000 هغه مېرمنې چې له کور څخه د باندې د کار کولو اجازه او یا هم وړتیا نه لري هم په کار شوي دي او په ډېر عادي ډول له وړیو څخه د قالینو تار جوړوي.
با وجود ازی که کارخانه فعال شده کار ما بسیار برشت است و می رفتن بچه های بیکار، بچه های بیروزگار طرف ایران و طرف پاکستان بسیار رنج و زحمت می کشیدن، بسیار تاثیرات زیادی داشت با مردم. دا وړی د کلو د پنتقون را ټولیږي دلته راځي پروسس کیږي خلک په دو باندې په سلګونو خلکونه خلک په دې باندې اوس په داس په کار دي. سره له دې چې د افغانستان قالین په نړۍ کې ښه شهرت لري خو په وروستیو څو کلونو کې یې نړیوال شهرت یو څه زیانمن شوی و. لامل یې دا ښودل کیږي چې دغه وړۍ به په غیر معیاري ډول پرې مینځل کېدې چې له امله به یې د قالینو کیفیت یو څه ټیټ و. کار ما مردم مادر ته ولیدم قالین است ایرا صفا میکنه پشم ما مردم چتل بود انجینر طیبه خوب کارخانه آورد پشم از جور کرد ای ما مردم از تات 90 پیتت پیش رفتیم چرا ای تات نداره دیگه نداره پشم بیخی صفا است څو کال وړاندې به نږدې 14,000 ټنه وړۍ هر کال افغانستان څخه د مینځلو لپاره پاکستان ته وړل کېدې. د وخت د ځای کېدو د ډیرو مصارفو او نورو ستونزو ترڅنګ به پاکستان بیرته افغانستان ته پاکستانی وړۍ راستولې او د افغانستان د لوړ کیفیت وړۍ به یې ځان ته ایسارولې. حاجي ضیاءالدین وردک چې د وړیو مینځلو د فابریکې مشر دی وایي چې دغه ستونزه اوس تر ډیره حده حل شوې ده. د 14,000 ټنه وړۍ پاکستان ته ځي او بیرته راځي دلته مینځل کېږي. بر علاوه چې سمې نه مینځي په هغو کې بیرته مکس کوي د خرابې وړۍ سه او هغه وړۍ بیرته موږ ته راستوي ښه وړۍ دی هلته هغه کوي ته ګرځي وي. نو دلته د موږ تاسو د قالینې هغه کیفیت ډېر کته ځي. د وړیو تولیدات په افغانستان کې د زراعت او څارویو د ساتلو له پراختیا سره تړاو لري. له بل لوري که چیرې دولت د سوداګرو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې یو څه زیاته پاملرنه وکړي کیدای شي دغه صادرات نورو هیوادونو ته نور هم زیات شي چې ډیره ګټه به یې د لورو پرتو سیمو مالدارو خلکو ته ورسیږي. هر کال زرګونه افغانان د نري رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بیوزلۍ او د خلکو د معلوماتو د سطحې د ټیټوالي له امله دغه ناروغۍ لا تر اوسه په افغانستان کې له مهمو ناروغیو څخه شمېرل کیږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. افغانستان د هغو 22 هیوادونو په ډله کې دی چې د سل یا توبرکلوز ناروغۍ پکې په لوړه کچه موجودیت لري. که څه هم چې هر کال لسګونه زره د دې ناروغۍ له کبله په هیواد کې تداوي کیږي خو بیا هم له دې چې دا ناروغۍ په ساري توګه خپریږي په تیره بیا په کلیوالو سیمو کې په اسانۍ سره د مصابو کسانو کچه زیاتیږي. ویل کیږي چې اقتصادي فقر او د پوهې ټیټه سطحه د دې ناروغۍ له خپرېدو سره مرسته کوي. بیشتر فقر و ناداري، تنگدستی، پایین بودن سطح دانش مردم، زندگی های مشارکتی که مردم به شکل جمعی در فامیلا زندگی میکنه، اینا از عوامل محیطی مربوط به توبرکلوز است. عامل اصلی از این یک نوع باکتری است که به نام مایکوباکتری هم توبرکلوز زیاد میشه. زیادتر از توبرکلوز های شوش در کشور ما و به خصوص در ولایت بلخ شایع است. در افغانستان په دودیز ټولنه کې چې ډیری کورنۍ ګډ ژوند لري د توبرکلوز وایرس پکې په اسانۍ سره خپرېدای شي. حاجی سردار چې د فاریاب په ولایت کې ژوند کوي د کورنۍ څلور غړي د درملنې لپاره د بلخ ولایت د نري رنځ د ناروغۍ د درملنې مرکز ته راوستلي. هغه د خپلې کورنۍ د ناروغۍ کیسه داسې کوي. یک همشری مو مریض شد. این مریض می گرفته اومد منجه د مزار شریف تداوی کردم تداوی گرفتم دکتر صاحبا نظری دادن گفتن توبرکلوز است. ایره که تداویش یاردم دامی دفتر توبرکلوز اینا در تداوی گرفتن و نظره دادن و گفتن که به همین طبق تو دوار ببید. من ایره دیگه تقریبا ختم نشده که برازده دیگه ایماره گرفت. این ختم نشده که و برازده دیگه ایماره گرفته. این همه سه چهار مریضه که من خودم یاردم و تداوی کردم و خدا شفا داده. از همین دفتر که من 100% راضی استم. د بلخ په ولایت کې د نری رنځ د درملنې د مرکز چارواکی وایي تیر کال د سل په ناروغۍ اخته څه کم 2000 کسان ثبت او تداوی کړي. خو د ولایت نفوس ته په کتو سره کېدای شي په دغې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر ډېر زیات وي. د سال 91 ما 1769 واقعې توبرکلوز د ولایت بلخ داشتیم که از جمله 901 واقعی از این واقعی مثبت بوده که البته توبرکلوز بلغم مثبت ریوی یا توبرکلوز شوشها بوده و باقی مانده از اینا توبرکلوز های خارج ریوی و توبرکلوز های اسمیر منفی ریوی بوده که 1769 واقع ما در سطح ولایت بلخ داشتیم. البته با در نظر داشته نفوس زیاده که در ولایت بلخ است ما نتانستیم که 100%
به اهداف خود برسیم. در قسمت واقعیابی ما آل رم پایین هستیم. کتسا هم چه لدی رو کلنو را پدی خواه پا افغانستان که لطوبرکلوز نده مخنیو پروگرام روان دی خب بیا هم دغه ناروغی هر کال دی هیواد پا کچه ده زرگونه کسان جون داخلی ده بلخ ولایت روختیایی چارواکی وایی دوی ده ولایت پا کچه لنوی و چه خزیاسی مرکزونه لری چه پسالی رشت مرکزونه که ده نری رنز ده درملنه و تشخیص پوره امکانات موجود دی. نعیم اتل، مزار شریف. و حال با یک بانوی فعال و موفق در کابل آشنا می شویم. انوشه ظفر در پنتون تدریس تربیه استاد ربانی تدریس می کند و در عین حال در رشته ادبیات پنتون کابل برای گرفتن درجه ماستری خود درس می خواند. وی در ابتدا علاقمند ادبیات نبود. من اصلا در اول علاقه به ژورنالیسم بود و در درجه دوم ساینس انتخاب کرده بودم و انتخاب آخری ما ادبیات بود که و نتایج که دیدم من در ادبیات کامیاب شده بودم. دیگه نمیخواستم که ادبیات بخوانم و شامل دانشکده ادبیات شوم، ولی پدرم برام میگفت که مهم است این است که انسان به هر رقمی که شده انسان خود برسانه، مهم این نیست که در کدام دانشکده آدم باید بخوانه. تشویق پدر و استعداد بسیار خوب انوشه وی را در دست یافتن به این موفقیت همکاری نموده است. علاقمندی خودم بیشتر چون مسلک من ادبیات است به همی بود که دهی باشه خودی در ابتدا در ساینس بسیار علاقمند بود و خوب است که حالا در ادبیات واقعا مسلک شده و من خوب از هر منزلی مقصود نتونستم برسانم مسلک من. خوب است که از طریق اینا گل ها بشکفه. استاد انوشه توانسته است با همیاری استادان با تجربه پنتون تعلیم و تربیه استاد ربانی تا حال به تدریس به صورت خوب ادامه دهد. استاد انوشه تازه مدت یک سال میشه که استاد شده. در این مدت از تجارب استادایی که خودش او را الگوی خود قرار داده استفاده میکنند و خود عیار میسازند مطابق متد یکی از استادایی که برای اینا مثلا نمونه هست. رضا استادا اکثرا با اینا همکار هستند. یکی از جوان‌ترین استادان است که گاه گاه محصلین وی را با دیگر محصلان اشتباه میگیرند و از این ناحیه خاطرات جالبه دارد. استاد میشه از رابطیتان با محصلین برای ما صحبت کنید؟ ما خبر شدیم میگن زمانی که شما نه استاد شده بودین، چون یکی از استادای جوان بودین، هیچ کس تصور نمیکرد که شاید شما استاد باشید و خاطرات زیاد جالب دارین از این قسمت. یکی از محصلین مرا پرسان کرد که شما چه کار هستین که ما را میگین که در جایتان بشینین؟ باز ما برشان گفتم که من استاد هستم، جدیدن مقرر شدیم، ولی بازم باور نمیکردن. یکیش دوباره پرسان کرد که شما واقعا استاد هستین؟ تا یکی هم استاد اصلی که امتحان داشت استاد آمد و برشان برای معرفی کرد. استاد انوشه با وجود این که مسئولیت های بزرگ را در بیرون از منزل دارد، اما عقیده دارد که یک خانم میتواند کارهای خانه و بیرون را تنظیم کند و در هر دو قسمت سهم فعال داشته باشد. استاد انوشه همیشه در کارهای خانه همکار است و یگانه حامی خود را در همه عرصه های زندگی فامیل عنوان می کند. انوشه از ظفر بانویی که می خواهیم تاریخ جدید را در ادبیات افغانستان رقم بزنم و مشکلاتی که تا حال فراراه محصلین بوده می خواهد با پشتکار و زحمات خود تکمیل بسازم. رخسار عظمی، تلویزیون کاروان، کابل. داود دیوانی کاروان هیله داشته دی خبرونه ټول مطلبونه مو دی پام ورګرځیدلی وی. دی خبرونه په ورستیو شیبو کې غواړم یادونه وکړم. موږ دی خبرونه د لا حوال لپاره ستاسو دی وړاندیزونو او نیوکو په تمه یو. تاسو د انټرنیټ لارې تل کولای شئ زموږ خبرونه په یوټیوب، فیسبوک او د امریکا غږ په ویب پاڼو کې وګورئ او په اړه یې خپل نظر ولیکئ. هیله ده چې تل له موږ سره مل اوسئ. تر بیا، الله حافظ.